ممنون که میدونم از راه دور و نزدیک لطف میکنید و میاید که در کنار هم باشیم و بدن مسیح رو تشکیل بدیم. آمین. هدف اومدن اینجا فقط به خاطر خداوند و جلال او هست و همچنین برای همدیگه. وقتی که همدیگر رو محبت میکنیم خدا رو محبت میکنیم، وقتی که خدا رو محبت میکنیم همدیگر رو محبت میکنیم، شعار نمیدیم، چون بین ما روغنی است به نام روح القدس که این آرامش رو میده، این قوت رو میده. آیا در بین ما عزیزانی هستن که اولین بار هست تشریف آوردن و مایل هستن خودشون رو معرفی کنن؟ بفهم خواهش کنم. خیلی خوش آمدید. آخ جانم خیلی خوش آمدید. اسم شما؟ مایته عزیزم خوش آمدید. شما چی؟ شما خیلی خوش آمدید. پس برشون ترجمه کنم. برکام. خب آیا حسن عزیزان دیگه ای که بفهم خواهش کنم. خوش اومدید مهران جان. عزیزان هدایای دریافت خواهید کرد مشروط بر اینکه مایل هستید، فرمی درش هست و می توانید اون فرمو پر کنید تا ما با شما عزیزان در ایامی که جشن هست باهاتون در تماس باشیم. حسن عزیزان دیگه، بله مادر بهروز عزیزم هستن. خوش آمد میگم، خیلی خوش آمد. خب مادر خانم منم که خب هر هم میره و میاد. جانم حقیقتا مانند مادر خودم دوستش دارم. مادر من در آسمان هستش ولی خدای مادر و من داده روی زمین باشه و لطف میکنه میاد. یادم هست آخرین پیغامی که دادم این بود که دلمون تنگ شده بیا، بعد دیدیم بلیط خریده اومده. و خدا رو شکر برای قلب خوبشون، خدا رو شکر برای همه مادرها، مادر خانومها و اینها نیز برکتی هستن که خداوند به همه ما داده تا بتونیم درک محبت رو نیز داشته باشیم. آمین. خب آیا آماده هستیم که کلام خدا رو بشنویم؟ هللویا. خداش لطفا میکروفون رو بعد از یوسف عزیز بدید. لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم، از خدا بخوایم که نه از انسان. در طول این هفته از انسان‌ها خیلی شنیدیم، انسان‌هایی که خواستن شادمون کنن اما نتونستن، انسان‌هایی که خواستن ناراحتمون کنن چون در مسیح بودیم بازم نتونستن، خبرهایی که از پزشکان میرسه، از وکلا میرسه، از رادیو تلویزیون میرسه که خوشایند شاید نباشه، اما اومدیم اینجا در خدا استراحت کنیم. همچنین بینندگان ما که مستقیم دارن جلسات ما رو میبینن، این رو بدونید که خبر خوش فقط نزد خداوند هستش، چون قسمت نکرده، خوشبختی و بدبختی نکرده. میگه در حضور خدا کمال خوشی، خوشبختی نیست که یه سهم بدبختی به ما بده. پس لحظه با دعای برادر اعظم یوسف جان متحد بشید و صدای خدا رو بشنویم برای اینکه برکت تازه رو از او بگیریم. بفرمایید. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنم برای امروز که با یکایی که افکار و دلهای ما صحبت کردی، که با تمام جایی که داریم در بیرون خودمند و خانه تو رو ترجیح دادیم. و شکرت میکنم ای خداوند که تو عارف و قلوب هستی و از دلهای از یکایی که دلهای ما با خبری. خداوند دعای من این است که خداوند حاضرین که در اینجا هستن در نام تو میخوایم خداوند دعا شفای تو، برکت تو بر عزیزان من باش. خداوند برای گوینده کلامت دعا میکنم ای خداوند که رسول خداوند آنچرا که خداوند امروز میشنویم در دلها و افکار ما مر شود و اعتراف ما این باشه که تو نجات دهنده ما هستی. آمین. تو نان و حیات هستی خداوند، تو امید ما هستی و تو صخره ما هستی. و خداوند شکرت میکنم که هللویا تو پناهگاه ما هستی. خداوند شکرت میکنم این خداوند که ما به تو توکل میکنیم، هرگز خجل نخواهیم شد. آمین. پس در خداوند دعای من است خداوند با یکایی که عزیز من باش و در رفت و برگشت های خداوند تو حافظ جانهای عزیزان من باش، چون که همین را در نام عیسی مسیح زنده طلبیدم. آمین. 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 آمین که به خانه خداوند میاییم، عهدی رو تازه کنیم. آمین که به خانه خداوند آمدیم که به خداوند بگیم دوستت داریم، عاشقت هستیم خداوند. هرچند در این جهانی که به ظاهر سعی میکنه در این بازار مسگرها ما رو مشغول کنه، اما فرزندان خدا چون روح القدس رو دارن و آنانی که تشنه حقیقت هستن، چه بسا در بین شما عزیزان و بینندگان ما کسایی باشن که هنوز قلبتون رو به مسیح ندید، چون هنوز سوالاتی دارید و درست هم هست، باید سوالات جواب داده بشه، اما این سوال رو لطفا در حضور خدا ببر.
از خدا بخواه که جواب تو رو بده. و اونجا هستش که متوجه خواهش شد که مسیح کلیساشو بنا کرد که محل تسلی و آرامش باشه و قوت او باشه و نام خدا نیز جلال یابد. آمین. شاعر نیز اعلام میکنه: چه نامی بهتر از نام عیسی، بود زیبنده تاق کلیسا. بر ایماندار و بی ایمان همین است پیام وحی ابلاغ کلیسا. هر آن کس عهد عیسی در دل اوست، هر آن کس عهد عیسی در دل اوست، یقین او هست مشتاق کلیسا. وقتی که قلباً ما خدا رو دوست داریم، ما میدونیم که به خاطر ترس‌های مذهبی اینجا نیومدیم و راست یک زور اینجا نیومدیم، بلکه این محبت خداست که ما رو آورده اینجا. هزاران باغ و بستان اندر این دهر، بود کی می شود باغ کلیسا. نبندم پا به عهدی تا که هستم، بجز بر عهد و میثاق کلیسا. اومدیم اینجا به مسیح بگیم همان گونه که وعده دادی ما مطابق وعده هایی که تو دادی ایستادیم و ایمان داریم که حقیقتا تو هرگز ما رو رها نخواهی کرد. پیشا پیش روز شکرگزاری رو، تکسیری رو نیز به همه شما عزیزان تبریک میگم و میدونیم که برای ما مسیحی‌ها هر روز روز شکرگزاری هست، اما مطابق آنچه که در این سرزمین یک مرسوم خیلی خوبی هستش، چهارمین ماه نوامبر رو ما میدونیم پنجشنبه آخرین چهارمین ماه نوامبر رو جشن میگیرن، جشن شکرگزاری، که این برمیگرده به سال 1621 که مهاجرینی که به آمریکا آمده بودن نسبت به اون خدمات و اون زحماتی که میکشتن، محصولی که به عمل میمد و اون عادتی که روی در اروپا داشتن نیز این شکرگزاری به حضور خدا بردن و همچنین سرخپوستا هم قدم شدن در این مسیر. و نیز این نگاهی که در این سرزمین ایمانداران پروتستان میتوانستن آزادانه خداوند رو بپرستن و در شرایطی باشن که توی جفا قرار نگیرن. اما قبل از این که بخوام بپردازم به موضوع ضرورت شکرگزاری، میخوام نگاهمون رو داشته باشیم. میتونید چراغایی که وسط هست لطفا، ممنون میشم، همون اطراف روشن باشه برای زمان موعظه. قبل از این که ما بخوایم بپردازیم به موضوع شکرگزاری، یه نگاهی بکنیم به این که حقیقتا چرا در هر زمانی که مصادف با یک روز خاصی هستش، حالا به عنوان آدینه آینه کلیسایی هستش، ما میبینیم که واعظین در اون رابطه سخن میگن. کریسمس که میشه در تو کریسمس صحبت میکنن، قیام مسیح در تو قیام مسیح صحبت میکنن، و امروز که شکرگزاری هستیم تو ایام شکرگزاری نیز قرار خواهیم گرفت در تو شکرگزاری صحبت میکنیم. از اونجایی که میدونیم حقیقتا انسان باید به یاد بیاره و باید بیاموزه تا توی جایگاه درست قرار بگیره، کلیسای مسیح اینگونه صلاح دیده. شاید خیلی از مسائل رو ما ببینیم تکراریه، اما چون کلیسای زنده مسیح نه تنها به توسط کلام خداوند تغذیه میشه و اطلاعات و آگاهی که داره، بلکه روح مقدس خدا هست، روح القدس هست که واعظ و خادمین و معلمین رو در این مسیر هدایت میکنن تا به باب آنچرا که در ضعف و در مشکلات بین اعضای کلیسا هست بتونن تعلیم بدن. و آنچه را که انجام میدیم نیز ما میبینیم کلام خدا از اون دور نیست، چرا که قرار بر این هستش که من به عنوان فرزند خدا که در تولد تازه هستم ایجاد یک شخصیت تازه رو بکنم و ساختاری نو داشته باشم نسبت به کلام خدا و نسبت به مسائلی که هر روزه با اون مواجه میشم. چه بسا که شاید یک واعظی که برای 200 سال پیش هست بیارن و موعظه بکنه قابل درک برای همه نباشه، چرا که مسائل رو میگه که مربوط به 200 سال قبل میشه. در تثنیه 6:6 الی 7 میخونیم، از شریف براتون میخونم که اعلام میکنه: دستوراتی که امروز به شما میدهم در قلب خود نگاه دارید، آنها را با دقت به فرزندانتان بیاموزید. برای اینکه این شخصیت باید همیشه تازه بشه، شخصیت سالم باشه از در اون هدف مقدسی که خداوند خلق کرده. و زمانی که در خانه و یا در راه هستید، هنگام استراحت و هنگامی که بیدار می شوید درباره آنها سخن بگویید،
ضروری هست که کلام خدا رو نه تنها ما در کلیسا بلکه توی منازلمون بخونیم و اجازه بدیم این کلام خداوند دلیلی بشه برای امید من، شادی من، آرامش من. آنها را به دست و پیشانی خود ببندید، یعنی اون آیات رو، اون کلام خدا رو، و بر سردر و دروازه خانه های خود بنویسید. کتاب مقدس صریحا داره به ما میگه انسان آفریده شده تا بیاموزه و اگر نیاموزد هیچی نمیشه، هیچی نخواهد شد. در آموزش هست که انسان میتواند در مسیر اهداف خودش قدم برداره. داوود پادشاه در مزمور 143 ده گذشته از این که تکیه بر تعلیم میکنه، نگاه دیگه‌ای به یک قدرت دیگه‌ای داره، یک قوت دیگه‌ای هست و اون نگاهش به روح خدا هست. چرا که داوود نیز این رو تجربه کرده بود، دانش کلام خداوند هرچند بهترین راه هست، اما درش قدرتی برای کسی که روح القدس نداره کامل نمیتونه باشه و خود داوود بسیار آسیب خورد در این مسیر. کلام رو میدونست اما باز وسوسه میشد. اما روح خداست، روح القدس هست که این قوت رو میده تا ما بتوانیم کمتر آسیب بخوریم بر روی این زمین. نمیگم گناه نمی کنیم، نمیگم اشتباه نمی کنیم، حتما اشتباه خواهیم کرد، حتما گناه خواهیم کرد، اما اگر در راستی بمونیم روح القدس قوت ما خواهد شد که دفعه بعد نیز به گناه و به چاله‌ها گرفتار نشیم. اعلام میکنه داوود پادشاه، مرا تعلیم ده تا اراده تو را به جا آورم، زیرا خدای من تو هستی، روح مهربان تو مرا در زمین همواره هدایت بنماید. پس آنچرا که ما میبینیم داوود پادشاه روزی آرزو میکرد، همون موضوعی هستش که ما در انجیل یوحنا میخونیم که عیسی مسیح وقتی که نیقودیموس رو میبینه در اون شب میاد با مسیح سخن میگه و میگه من تمام آنچه را که لازمه این باشه که خدا با تو هستش رو میدانم و حتی دیگرانم هستن، اما مسیح اشاره میکنه تا زمانی که تو تولد تازه پیدا نکنی، تا زمانی که تو از روح خدا متولد نشی، دانش تو به تنهایی کار نخواهد کرد. پس این هوشیاری رو داشته باشیم عزیزان. این روزها ما بیشتر میبینیم که خدا رو شکر برای اینترنت، برای معلمین و برای تمام شبکه‌های مسیحی که اکثرا میشنویم سخن میگن. هاللویا، خدا رو شکر. این یکی از پیشگویی ها بود که در روزهای آخر نیست کلام وسعت پیدا خواهد کرد. اما تحقیق کنیم، هر کلامی رو که میشنویم لطفاً با کلام خدا تطبیق کنیم. اگر به تایید کلام خدا هست، اگر به تایید شبانتون هست، او رو بپذیرید، مبادا اینکه منحرف بشیم. و عیسی مسیح شخص نیقودیموس رو همون گونه که گفتم در مسیر شخصیت تازه او رو به جایگاهی قرار میخواد بده که حتما باید تولد تازه داشته باشی. اما موضوع شکرگزاری، خب شکرگزاری همه ما میدونیم که یعنی سپاس، یعنی تشکر. به طور خاص وقتی در حضور خدا هستیم از اون نیز تشکر میکنیم و در این رابطه شعرها هست، مثالها هست. نویسنده اینی اعلام میکنه گر تنها دعایی که در تمام عمر بر زبان میآورید خدایا شکر باشد، همین کافیست. یعنی انقدر افرادی که خدا ایمان دارن موضوع شکرگزاری رو بهش اهمیت میدن که این حتی شده یک عادت. فراموش نمیکنم اوایل انقلاب که بود، خب منم تینیجر بودم، سوار یه تاکسی شدم، مشکلات بسیار شده بود و مواد خوراکی کوپنی شده بود، همه جا تو صف مردم بودن و همه جنگ بود. منم که سوار تاکسیم روی عادت گفتم خدایا شکرت. راننده تاکسی نگاه کرد گفت خدا رو شکر برای چی؟ برای این صفا، برای این گرفتاری ها، برای این بدبختی. من واقعا هیچی نداشتم بهش بگم، هیچی نگفتم بهش، فقط گوش کردم و سرمو تکون دادم چون مطلبی نداشتم که بخوام شکرگزاری رو تعریف کنم. شکرگزاری ما میدونیم که کلام خداوند، کتاب مقدس به زبان آرامی عبری و عهد جدید به زبان یونانی نیز ترجمه شده. به زبان یونانی شکرگزاری و همون سپاس یعنی چاریست و یا یوکاریستو که ریشه اون برمیگرده به فیض، به لطف خدا، به فیض
خدا، که 167 بار ما در کلام خداوند شاهد بر این هستیم از کلمه فیض استفاده شده، 38 بار در عهد جدید و 129 بار در عهد جدید. 38 بار در عهد عتیق و 129 بار عهد جدید. چرا که در عهد جدید در مقابل ما فیض خدا هست. دیگه اونجا جایگاهی نیستش که از ما عملی و رفتاری رو بخواد که ما رو مورد عنایت خدا قرار بده. فیض یعنی هدیه‌ای که بر اساس محبت بلاعوض جاری میشه. بخشش رایگان هستش. فیض در مقابل پاداش نیست. یعنی کسی که تحت فیض و محبت خدا قرار میگیره به خاطر اعمال و رفتارش نیست. پس میتونیم این نتیجه رو بگیریم. شکرگزاری که داره کلام خدا ما معرفی میکنه، تعریفش قدردانی نیست. حتما انسان‌های شکرگزار میتوانند به خاطر اینکه در حضور خدا شکرگزار هستند، خدایی رو که نمیبینند بهش اعتماد میکنند. مسلما انسان‌هایی که انسان‌های نیکو هستند در مقابل اون شخص نیز قدردان باشند. اما موضوع قدردانی رو تعریف شکرگزاری ما نمیتوانیم بذاریم، چون همه انسان‌ها با هر موقعیت شخصیتی، با هر نوع تعلیماتی، مسلماً در مقابل آن بهره برداری رضایت فکری و احساسی که در مقابلشون قرار می‌گیره تشکر می‌کنن. حتی گاهی شده که ما در مقابل متخصصینی قرار می‌گیریم، مانند پزشکان، مانند وکلا، مکانیکمون، معلممون، که وقتی که می‌بینیم نسبت به آنچه را که برای من انجام داده یک پزشکی باعث سلامتی من شده، گذشته از ویزیتی که به اون میدم، اونقدر خوشحال و هپی هستم، یه دست گلم میگیرم میرم به اون پزشک میدم، ازش قدردانی میکنیم. پس نمیتونیم ما به هیچ وجه موضوع شکرگزاری رو با موضوع قدردانی یکی کنیم، چرا که از هدف اصلی شکرگزاری دور خواهیم شد. شکرگزاری اصلی رو که حقیقی رو که کلام خداوند داره بهش اشاره میکنه، در قلمروی ابتدا با شناخت حقیقی خداست. یعنی انسانی میتواند از خدا تشکر کنه و شکرگزار خدا باشه که کاملا اون رو میشناسه. در کتاب مقدس به طور خاص وقتی در عهد عتیق شما ملاحظه میفرمایید، اسامی بسیاری هست از کلام خدا که صفات خدا رو داره معرفی میکنه، و این نیز به نوعی داره به ما معرفی میکنه شناخت خدا رو، که خداوند در چه موقعیتی مرا قرار میده تا من بتونم به فیض او در جایگاه درست قرار بگیرم. قدردانی به نوعی احترام هست، اما شکرگزاری ماورای اون هست. قدردانی رو ما در شریعت میبینیم. گفتیم شریعت یعنی انصاف، 50-50. آنچه را که انجام داد انجام بده، بدتر انجام نده. بهتر انجام دادی، خب هاللویا، اما داره برای تو سنگ زاویه‌ای میذاره که بتونی در جایگاه درست قرار بگیری. اعلام میکنه پدر و مادر خود را احترام بگذار، اعلام میکنه که همسرتو دوست داشته باش، همسایت رو احترام بذار، یعنی قدردانی بکن. و در عهد جدید ما میبینیم که کلام خدا اشاره به این میکنه که نسبت به همسایه خودم، همکار خودم، همسر خودم، کارفرمای خودم، کارگر خودم قدردان باشم. اما آن شکرگزاری که بعد از کلام خداوند یافت میکنیم ماورای قدردانی هست، که همون گونه که عرض کردم میباید با شناخت حقیقی خدا همراه باشه. در اول پتروس 2:17 میخونیم، اعلام میکنه همه مردم را احترام کنید، برادران را محبت نمایید، از خدا بترسید، یعنی او را بشناسید. قبلا هم عرض کردم هر کجا از قسمت کلام خداوند شما ترس دیدید، این اون ترسی نیست که عزیزان در گذشته توی مذهب اسلام بود. هرگز، هاشا هاشا که ما از خدا نباید بترسیم. ما باید خدا رو بشناسیم، و در شناخت با خداست که ما با محبت خدا آشنا میشیم. همه مردم را احترام کنید، برادران را محبت نمایید، یعنی ایمانداران را از خدا بترسید، پادشاه را نیز احترام کنید. پس ما ببینیم نرس که نسبت به محبت هستش و تشکر و سپاس هست، کاملا نسبت به شکرگزاری اینجا متفاوت هستش. و زمانی که من به شناخت درست خدا پی میبرم،
به صفات خوب خدا پی میبرم، در جایگاهی قرار میگیرم که اون فیضه. یعنی زمانی که من خدا رو میشناسم و میگم خدایا تو رو شکر میکنم، من به توانایی خدا پی میبرم، در اصل من توی دستان پرفیض خدا خودم رو قرار میدم. این گونه نیستش که من بگم به خاطر ارضا شدن نسبت به نیاز و حاجتم من امروز از خدا تشکر میکنم. حالا اگه این اتفاق نیفتاد خب من باید ناسپاس باشم. و اینجاست یک علامت سوال خیلی گنده روی سر من قرار میگیره. توی مشکلات و سختی ها من نمیتونم از خدا تشکر کنم. چگونه از خدا من باید تشکر کنم زمانی که درک درست شکرگزاری رو ندارم؟ ما در کلام خداوند میخونیم تعدادی از اسامی که اسمهای خداوند هست رو براتون میخونم تا ببینیم صفات خدا چیست. ابا یعنی ای پدر. خدا ازلی و ابدی هست، الف و یا هست، ابتدا و انتها هست، یعنی محدود نمیشه. ادونا خداوند من که مالک من هستش، الهیم مقتدر قادر به همه چیز، پس قادر هست مرا یاری کنه. پادشاه هست یعنی حاکم دائمی هست، پادشاه سرمدی هست یعنی پادشاه ابدی من هستش، هرگز مرا تنها نخواهد گذاشت. پدر ذوالجلال هست یعنی پدر پر افتخار من هستش، هرگز از اون محبوبیتش نیز کاسته نخواهد شد. پدر رحمت ها هستش، همیشه به من رحم خواهد کرد. پدر حکیم هست، همیشه به من این حکمت را خواهد داد نسبت به موقعیت های زندگیم. خدای داور هست، رب الارباب هست یعنی خدای ارباب ها هستش، خدای تمام اون قدرت هایی هستش که ما تصور میکنیم روی زمین هست، اونا میان یه کاری میکنن زندگی خوب بشه. خیر، توکل اون فقط به اون خدا باید باشه. شبان هست یعنی وفادار هست، یعنی دلسوز هست، یعنی مسئول پذیر هست. صخره هست یعنی سنگ سخت و بزرگ هست. امانوئیل هست یعنی خدا با ماست، همیشه کنار ما هستش. یهوه هست، او خواهد بود. یهوه شامار خداوند محافظت کننده. یهوه شمع یعنی خداوند اینجاست. یهوه سبایوت یعنی خدای لشکرها که در مقابل تمام بدیها و دشمنان و آن سختی هایی که در مقابل ما هست میسته و از من و تو به عنوان فرزند خدا دفاع خواهد کرد. یهوه صدیق نیام یعنی خداوند عدالت ما هستش. یهوه یایرا یعنی خدای فراهم کننده است، خدایی هستش که نیاز من و تو رو میدونه، برای ما فراهم خواهد کرد. در مقابل این خدا وقتی که شکرگزاری میکنیم ما ایمان داریم که در سختی ها و در مشکلات در هر موقعیتی که باشیم خدا حافظ ما هستش. آمین. پس اگر خدا حافظ من هست، خداوند میتونه مهیا کنه، من دلیلی ندارم که فقط در زمان نیازها و حاجتم بگم خدا رو شکر. برای من معنا داره. از این رو هست شناخت خدا مهمه. ابراهیم فهمید یهوه یایرا خدای او هست. وقتی که اسحاق رو برای قربانی داشت میبرد، اسحاق گفت بابا پس قربانی کو؟ گفت خدا فراهم میکنه. و وقتی که رفتیم اونجا میبینیم کلام خداوند اعلام میکنه یهوه یایرا خدای فراهم کننده، نگران هیچی نباش. توی سختی ها، توی مشکلاتت اگر خدا رو شناختی فقط بگو خدایا شکرت، چرا که خداوند سلامتی تو رو مهیا میکنه. خداوند آن موقعیت که تو رو تنها هستی، خداوند خلای تنهایی تو رو فراهم میکنه که پر کنه. خداوند اگه تو بیکار هستی کار تو رو مهیا میکنه. اگر سرگردان هستی و دوی جهان میبینی که جایگاهی برای اقامت نداری، خداوند اقامت تو رو مهیا خواهد کرد و هرگز خدا اجازه نخواهد داد که در شرایط سختی نیز گرفتار بشی. از این رو هستش که ما میتونیم به این خداوند توانا، خداوندی که عشق و محبت هست نیز چشم بدوزیم و ایمان داشته باشیم که با دلسوزی ها به ما کمک خواهد کرد و کاملا متفاوت هستش با آنچه را که تصور میکردیم که خدا فقط و فقط باید ازش قدردانی کنیم. اصلا تصور بر این بکنیم، خدا انسان را آفریده که ما از او قدردانی کنیم، ما از او تشکر کنیم، درسته؟ فکر نمی کنید سپاس و تشکر ما از خدا اگر هدف خلقت این بوده باشه خدا چقدر ضرر کردش؟ چون انسان گناهکار که مدام گناه میکنه، هی باید برای توبه بره، این موجود ضعیف و ناتوان چگونه میتونه بره از خدا تشکر کنه که بتونه محبت خدا رو جبران کنه؟ مگر خداوند فرشتگان رو نداشت؟ مگر خدا با فرشتگان نبود و فرشتگانی که گناه نمی کردن نمی تونست در حضور اون خدا
تشکر بکنه. تشکر ما در حضور خدا در اصل برای خدا چه موقعیتی رو ایجاد میکرد که خدا ارضا بشه، خدا خوشحال بشه؟ سعدی زیبا میگه، همه ما این شعر رو میشناسیم، که میگه از دست زبان که براید، که از عهده شکرش به در آید. چه کسی میتونه از خدا تشکر کنه نسبت به آنچرا که خدا انجام داده؟ پس تعریف شکرگزاری من به عنوان یک انسانی که حتی به مسیح ایمان آوردم و گاهی گناه میکنم، اشتباه میکنم، برای خدا چه سودی داره؟ سود داره، از این به بعد سود داره. وقتی که میپذیریم عیسی مسیح بهر گناهان ما روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد و من که به مسیح ایمان آوردم و هم قدم با مسیح شدم که مسیح عدالت من و شما شد که بتونیم با خدا هم قدم بشیم و در هدف اصلی خلقت حالا قرار گرفتم. هدف اصلی خلقت چی بود؟ که انسان آفریده شده به شباهت خدا کامل بشه. آمین. و هیچ انسانی با شریعت نمیتونه به شباهت خدا بشه مگر با فیض خدا، که این فیض شامل هر کسی که به مسیح ایمان میآورد خواهد شد. و در این مسیر هست که وقتی که من شکرگزاری میکنم، فکر و اندیشه من دیگه این نیست که یه خونه بهتر داشته باشم. فکر و اندیشه من فقط این نیستش که من بدنم سالم بشه، خدا اینها رو دوست داره. فقط این نیست که من همسر خوب داشته باشم، خدا اینو دوست داره. فقط این نیستش که من اقامت در این سرزمین رو بگم، بلکه فکر و اندیشه من از اینجاست که من شکرگزار خدا هستم که خداوند تو مرا نجات دادی، چه با خونه چه بی خونه، چه با اقامت چه بی اقامت، چه در سلامتی و چه در مریضی، چه در دارایی و چه در ناداری، من در حضور تو هستم که کمال خوشی هاست اگر جسمم رو بر زمین بگذارم، در آسمان در حضور تو هستم. و امروز شکرگزاری فرزند خدا این معنای زیبا رو داره که اجازه نخواهد داد آسیب بخوره، اجازه نخواهد داد در شک و تردید نیز ادامه بده. به 8 نکته میخوام بپردازم، لطفاً اگر میشه این کلمه ها رو داشته باشیم. وقتی که ما میپذیریم آفریده شدیم مطابق کتاب پیدایش 1:26-28 و مطابق انجیل متی 5:48 کامل شویم همچون خدا، اگر در این مسیر قدم برداریم، ما در فیض خداییم، ما در لطف خداییم که خداوند ما را برکت خواهد داد برای رسیدن آنچه که حتی نیازهای زمینیمون هست. داریم؟ بله. توی جزء عزیزان، اونا که بروشور ندارن لطفاً دستاشون بره بالا. اونا که بروشور ندارن لطفاً بروشور بدید به عزیزان، ممنون میشم. توی بروشورتون نیستش، هنوز به اون نکاتی که در رابطه با درس هست توی بروشور اشاره نمی کنم، اما میخوام بپردازم به 8 نکته که الزامیست برای یک ایماندار، که زمانی که من در ایمان به خدا یعنی شناخت به او شکرگزار هستم، جایگاه درست ایستادم. زمانی که من در اعتماد به خدا به تمام موارد زندگیم، من اعتماد میکنم به خدا، مطمئن هستم خدا دستهای مرا خواهد گرفت، مطمئن هستم خدا مرا رها نخواهد کرد، شکرگزاری من جایگاه درستی است. در زمانی که من اشتیاق شدید به خدا دارم، من به خاطر این کلیسا نمیرم که برم بهشت، بهشت من شروع شد از زمانی که مسیح ایمان آوردم، من به خاطر این کلیسا نمیرم که جهنم نرم، نه، چرا که خداوند وعده هاش درست هست، من قبول کردم و ایمان دارم که خداوند مرا محبت کرده، با فیض و محبتش من بخشیده خواهم شد، حتما باید زندگی من رو تقدیس کنم. من به خاطر این کلیسا نمیرم که برم بگم من 10 1 رو بدم، اگه 10 1 ندادم وای 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 خدا منو جریمه میکنه. خیر، من میدونم من 10 1 چرا بدم، بیشتر خواهم داد. وقتی که من تو کلیسای زنده هستم، وقتی من درک میکنم کلیسایی نه فقط ابعادی که در کلام خداوند داره بهش اشاره میکنه و درست هست، بلکه دارم میدونم کلیسای زنده است که اکتفا به این نکرده که فقط بگه 4 نفر دور هم جمع بشن، یک دعایی، یک سرودی و بذاریم بریم و بیایم. خیر،
بلکه به فکر ایران و ایرانی ها هست، به فکر کشور ایران هست، به فکر افغانستان هست، تاجیکستان هست، هر کجا که فارسی سخن میگن بتونیم خبر خوش نجات رو به اونها بدیم. من عقلانی حتی اگر فکر کنم میبایست توی این بدن مفید باشم و اجازه بدم قسمتی یا سهم مالیم متعلق به اون باشه. پس لزومی نداره من رو تهدید به این بکنن که من فقط برم. من با اشتیاق شدید میرم، من عاشق خدام. چون عاشق خدا هستم دیگه حتی موارد ضعف رو نیز نخواهم دید. در اراده خدا، یعنی این که همون گونه که میدین در دعای ربانی کلام خداوند ما رو تشویق، اول اراده خدا رو بخوایم. در حضور خدا من شکرگزار هستم چون اراده او رو میخوام، خواسته او رو میخوام، میدونم بهتره. در احترام قلبی من به خدا میدونم وقتی کلیسا میام با چه نوع لباسی بیام، دوستش دارم، عاشقشم. من میدونم که وقتی کلام خدا رو میخونم کلام خدا رو اینجوری نمیخونم بگم این قسمتش قبول دارم این قسمتش قبول ندارم، من کل کلام خدا رو قبول دارم. من نمیگم کدوم کلیسایی اجازه میده که رابطه نامشروع باشه برم تو اون کلیسا. من میگم کلام خدا چی میگه، کلام خدا رو میخونم و چون به خدا احترام میذارم به کلامش احترام خواهم گذاشت. من اینجوری نیستش که ماسمالی کنم فقط توی کلیسا یک مسیحی باشم. محل کارم نیز فرزند خدا هستم، موقعیت تحصیلاتیم توی کلاسم فرزند خدا هستم، رابطه من با همسر و فرزندانم توی جایگاهی هست من فرزند خدا هستم. هر کجا که هستم اگر در آنچرا که متولد شدم به عنوان شخصت مسیح متولد شدم، من احترام به خدا دارم میذارم. من میدونم که تو اون جایگاه خداوند مرا برکت خواهد داد. در ایثار به اهداف ملکوت خدا من خودم رو محدود نکردم، من شکرگزار هستم، میگم خداوند تو رو شکر میکنم، من فرزند تو هستم، امروز زانو برای تو میزنم. اگر داعش بیاد و بگه زانو بزن سر تو بزن، من بازم مال تو هستم. مانند کسایی که توی مصر بودن جان خودشون رو دادن اما نیومدن که مسیح رو منکر بشن، می ایسته. مانند شهدایی که در ایران جانشون رو دادن تا امروز ما ایمان بیاوریم، من ایمان بیاورم. مانند کشیش های که عزیز، میکائیلیان، مهدی دیباج و ده ها شهید دیگه که در ایران جان خودشون رو دادن و صدها ایمانداری که امروز در زندان هستن، من حاضر هستم ایثار کنم، فداکاری کنم. پولس رسول میگه من حاضرم نجات خودم رو از دست بدم تا دیگران نجات پیدا کنم. واو، ایثار این هست که مانند خدا نگاه میکنه، قلبش قلب خداست برای مردم. نمیگه این سیاست، نمیگه اون سفیده، نمیگه اون مسلمونه، نمیگه این مسیحیه، اون بهائیه، عاشق همه هستش و همان گونه که مسیح برای همه اومد اونیز ایثار خواهد کرد در این رابطه. و نهایتاً عزمم در امید به رسیدن به تمام وعده ها، ایمان داره که وعده های خدا پا بر جا هستش نسبت به زندگی. مسیح گفت اندیشه نکن برای مشکلات و سختیات. ما اندیشه میکنیم، پدر پسر روح القدس اندیشه کرده تو رو آفریده. چگونه ممکنه به طور خاص در این دوره ما میبینیم دختر و پسرهایی که ازدواج میکنن چقدر هوشمندانه حواسشون هست صاحب فرزند بشن. میگن زمانی ما فرزند میخوایم داشته باشیم که یه اتاقم برای بچه‌مون داشته باشیم. خب خدا رو شکر علم و قدر روش کرده که دختر تشخیص میدن دختر و پسر، میرن حتی عروسک‌ها و اسباب بازی‌های اون بچه رو میخرن نسبت به جنسیتشون. آیا خدا به اندازه ما فکر نداشته که ما رو آفریده؟ آمین که خداوند به فکر ما هست، آمین که خداوند به فکر فردای ما هست. پس ما نیز این امید رو به وعده های خدا داریم و در انتظار آمدن مسیح هستیم. ایمانداری که در حضور خدا شکرگزاری میکنه ایمان داره که مسیح هر آن خواهد اومد، هر آن میاد، هر لحظه میاد، زمانش هم هیچ کس نمیدونه. داریم میبینیم که شرایط روزگار رو، اتفاقایی که داره جهان پیش میاد، همه علائم بر این هستش که مسیح داره میاد. حتی همین خبر خوش نجات، من امروز دارم با شما عزیزان صحبت میکنم اما میدونم که حداقل صدها ایرانی دارن الان این برنامه رو نگاه میکنن، دارن کلیسای ما رو نگاه میکنن. خبر خوش نجات داره به گوش همه میرسه. همین امروز من تلفنی از قم داشتم، کسی که هرگز فکر نمیکردم به مسیح ایمان بیاره، خدا قلبش رو لمس کرده و پیغامش برای من اینه چگونه من انجیل مسیح رو پیدا کنم. چون میشناسم احساساتی شدم، چون فکر نمی کردم.
زمانی که من در ایران بودم، توی ایران جوونی که وارد محل کار من میشد و خیلی حرفای بد میزد و زندگی بسیار در گناهی داشت، یه روز اومد من گفت این کتابی که تو داری میخونی میشه من داشته باشم؟ گفتم این انجیله. گفت باشه همین کتاب رو من بده. گفتم نه، تو لایق این کتاب نیستی. رفت. روح القدس با قلبم سخن گفت، گفت نجات من رو محدود نکن و این تو نیستی که انتخاب میکنی و خدمت خودت رو محدود به موقعیت های نکن. بلا فاصله دویدم رفتم بیرون، کتاب مقدس رو دادم بهش. گفت چی شد، ترسیدی از من؟ گفتم نه، چه ترسی، برد و برو بخون. یک هفته ایشون رفت مسافرت، بعد از یک هفته اومد. ایشون هیچ موقع به من نمیمد بگه سلام، عذر میخوام، حرف زشت میگفت. به همه اینطور، اول یه حرف بد میگفت، بعد اسم طرفو میبرد. توی محله بودیم مثل بازار. شاید همین الانم هم خیلی از جاها همینطور هست رابطه ها، متاسفانه. ایشون وقتی که اومد وارد محل کار من شد، از دور ایستاد، دستش اینجوری گرفت، گفت اجازه میدی من وارد شم؟ گفتم چی شد؟ منم به شوخی گفتم آدم شدی. بعد گفت راست میگی، واقعا اون موقع آدم نبودم، این کلام منو آدم کرد. کاری ندارم، ایشون اومد توبه کرد، قلبش مسیح داد. گفت من تمام این یک هفته رو انجیل مسیح رو خوندم. گفتم یعنی تو قبول داری که مسیح پسر خداست؟ گفت نه، پس تو پسر خدایی؟ معلومه که اون پسر خداست، کسی که زندگی بسیار در گناه داشت. امروز خداوند درها رو باز کرده برای نجات ایرانی‌ها، چون ضمیر وجود ایرانی‌ها حقیقتاً آماده است برای شنیدن این خبر خوش. برای این موضوع دعا کنیم. مسیح داره میاد عزیزان، منتظر آمدن مسیح باشیم. این نیز علایمی هست از آمدن عیسی مسیح. پس شادی من، خوشحالی من، قوت من به اول به خاطر نجات و رستگاریم هست. آمین. دوم به خاطر نجات و رستگاری هست که خداوند به هر کدوم ما سپرده تا به دیگران بدیم، دیگران نجات پیدا کنن. آمین. تا اونها نیز شادیشون این باشه، شادیشون چیزهایی نباشه که تاریخ انقضا داره. شاد میشیم برای خریدن یه ماشین خوب، میدونم. شاد میشیم برای خریدن یه خونه، میدونم. برای ازدواج، میدونم. برای بچه دار شدن، میدونم تاریخ انقضا داره. خیلی در اون شادی بمونیم فقط 3 ماه، بیشتر نخواهد بود. همش باید این شاهدتو تمدید کنی که بتونی برای شاد باشی. بعد از 3 ماه، البته همسر رو نمیگم، کسی جرئت نداره بگه بعد از 3 ماه میخوام عوضش کنم، فکر کنم. ولی چیزای دیگه که میشه، هی دوست داریم که ای کاش اون خونه رو گرفتم، حالا من این خونه رو درستش کنم اینجوری، کاش اون ماشین رو من گرفته بودم، کاش این رفتم سر فلان کار، کاش که رفته بودم اروپا اقامت گرفته بودم، اونجا حقوق سوشیال میدن، اینجا همش باید کار کنی. غیر از این هستش، حالا هر کسی رو راست باشه به خودش بگه. در انجیل لوقا 10:20 میخونیم، شاگردان رو مسیح میفرسته برای بشارت. برمیگردن میگن آه هللویا، خدا رو شکر ما تونستیم دیوهای بد رو بیرون کنیم، مریضان رو شفا بدیم. عیسی مسیح چی به اونها میگه؟ در انجیل لوقا 10:20 میگه ولی از این شادی مکنید که ارواح اطاعت شما میکنن، بلکه بیشتر شاد باشید که نامهای شما در آسمان مرقوم است. هللویا، اینجاست که حقیقتاً خود منم دست میزنم برای این کام، حقیقتاً شکرگزاری ما معنی داره. امروز شکرگزار نیستم که فردا در حضور خدا برم غر بزنم، در حضور دیگران نیز غر بزنم. شکرگزاری من یک شکرگزاری اورجینال هست، چرا که این شکرگزاری به من کمک میکنه که من نه اهل غر و شکایت باشم و نه مغرور باشم نسبت به چیزایی که دارم، بلکه در حضور خدا وقتی که میرم زانو میزنم نسبت به آنچه که من داده میگم خدای شکرت، نسبت به اون چیزام که نداده میگم خودم خدای شکرت. چرا؟ چون در هر صورت من و شما که فرزند خداییم، ما تو فیض خداییم، ما تو دستای پر محبت و لطف او هستیم. در نامه یعقوب 4:6 میخونیم، میگه لیکن او فیض زیاده میبخشد، بنابراین میگوید خدا متکبران را مخالفت میکنه، اونها که ادعا دارن خودشون گرفتن، اما فروتنان را فیضی میبخشد، تا بتونن در اون فیض خداوند در تعریف درست نسبت به آنچه که در زندگیشون هست بتونن اون امنیت رو داشته باشن، در امنیت خدا باشن. باز در اول تسالونیکیان 5:18 میخونیم، اعلام میکنه در هر امری شاکر باشید. تعارف نکنیم نمیتونیم، تعارف نکنیم. اینا که عزیزانی که الان به دنبال اقامت هستن،
اگه بهتون خبر بدن که یه قانونی اومده دیگه این سرزمین به شما اقامت نمیده، یا کسایی که تو اروپا هستن، آیا میتونی مثلا بگی خب میرم میگم خدای شکرت؟ میتونیم بگیم خدا رو شکر مشروط بر این که درک کرده باشم موضوع نجات و رستگاری رو. عزیزانی که به دنبال خریدن خونه هستن میرن تا مرز خریدن خونه یه دفعه میگن وامش درست نشد، صاحبخونه نمیخواد بفروشه، شما میتونی بگی خدا رو شکر؟ رفتی برای خواستگاری تمام برنامه ها رو ریختی، دفعه میگن دختر یا پسر نمیخواد، میتونی بگی خدا رو شکر؟ تعارف نمیتونیم بکنیم. اما کسی که به مسیح ایمان میآورد و درک درست رو داره، همون 8 نکته ای که من سعی کردم از الف هم استفاده کنم، لطفا دوباره این 8 نکته رو فقط بذار باشه، همین 8 نکته رو شما اگر نگاه کنید مطابق این 8 نکته قدم برداری، شما توی جایگاه درست برای شکر گذاری هستی. میگه در هر امری شاکر باشید که این از اراده خدا، یعنی در این مسیر من رضایت خدا رو دارم، نه اینکه بگم خدای شکرت هاللویا بعد خدا خوشحال بشه بگم چه بچهای خوبی دارم، نه خیر، خدا دل منو تو رو نگاه میکنه، تو دلم چه خبره، تو دلم پر از ترس و نگرانیه، بعد میگم کشیش رسول گفت آخه میری در حضور خدا برای همه مشکلات شکر کن، خدایا من تو رو شکر میکنم، خودت میدونی چقدر گرفتارم. آره نه، اون داره به دلت نگاه میکنه، تو دلت چه اتفاق داره میفته. در هر امری شاکر باشید که این از اراده خدا، حق شما در عیسی مسیح، حق شما هستش که در این موقعیت قرار، حق تو آرامشه، تسلیه، اجابت آرزوهای دلت هستش. بریم با هم دیگه افسسیان 5:20 داشتیم، حالا دیگه عذر میخوام میتونیم چراغای وسط داشته باشیم، منظرت میخوام چون عزیزان به بروشورها میخوان نگاه کنن، اگر کسی بروشور رو نگرفته لطفاً دستش بره بالا. همه بروشور داریم؟ خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. آمین آمین آمین. میدونم که همه انسان‌ها دلایل خاص خودشون رو دارن برای شکرگزاری. همه انسان‌ها با هر باوری که هستن، از طبیعتی که خداوند آفریده، شکرگزار هستن به خاطر والدینشون، همسرشون، فرزندانشون، سرزمینی که اومدن، میتونن شکرگزار باشن. حتماً شکرگزاری اونها در حضور خدا میره. اما شکرگزاری که جاودانه هست در زندگی یک ایماندار، شکرگزاری هستش که قبلاً دریافت کرده. منتظر نیست بدن بگیره، قبلا گرفته این برکت رو و این برکت نجات هست. شاعر نیز اعلام میکنه شکر درگاهت خدایا زان که جانم داده ای، نعمت افسون که بی حد است آنم داده ای، بهرمند کردی یا رب از تمام نعمتت، باز منمودی برایم دربهای رحمتت، ماه و خورشید و فلک را امر اطاعت داده ای، ماه خورشید و فلک را امر اطاعت داده ای، بر به بحر از بحر انسان ها تو وسعت داده ای. همه انسان ها دلایلی دارند که خدا از خدا تشکر بکنن، اما دلایل ما که فرزند خدا هستیم به خاطر وجود قدوس خدا و به خاطر نجاتی هست که برای ما مهیا کرده، و اونجا هستش که شکرگزاری ما حقیقتا در حضور خداوند قرار خواهد گرفت، ما رو توی اون لطف و فیضش قرار میده. بریم با هم دیگه کلوسیان، نامه کلوسیان 3:1-16 رو داشته باشیم و ادامه خواهم داد. پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالاست بطلبید. آمین. آنچه را که در بالاست، حکمتی که در بالاست، حکمتی که و خردی که به من و به شما داره این هوشیاری رو میده، زمانی که این بدنهای خودمون رو بر روی زمین بگذاریم، که کلام خدا نمیگه مردن، مرگ نمیگه، میگه خوابیدن، زمانی که جسم رسول خوابید مطابق فیض خدا، من بخشیده هستم، بدون داوری در حضور خدا هستم، من این ایمان رو دارم، من ایمان ندارم بیگناهم، من ایمان ندارم اشتباه نمیکنم، هرگز هرگز سوء تفاهم نشه، اما من ایمان به وعده خدا دارم که خدا مرا بخشیده، من ایمان دارم اگر اشتباه میکنم میرم در حضور خدا توبه میکنم، خدا بازم مرا میبخشه. پس این کلام هدیه است به من و شما به عنوان فرزند خدا، اون رو دریافت کن و با این موقعیت به حضور خدا برای شکرگزاری برو. بله، در آنجایی که مسیح هست به دست راست خدا نشسته. آمین. در آنچه بالاست تفکر کنی، در آنچه بر زمین است،
زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. آمین. تموم شد. گذشته ما تموم شد. امروز ما در مسیح تولد تازه داریم. امروز شخصیت روحانی جدیدی هستیم در مسیر کامل شدن. بله؟ چون مسیح که زندگی ماست ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد. آمین. پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید: زنا، ناپاکی، هوا و هوس، شهوت قبیح و طمع که بت‌پرستی است، که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد می آید. ما نمیتونیم با این گناه‌ها شکرگزار باشیم و مردم دنیا میتونن. ما نمیتونیم با این گناه‌ها شکرگزار باشیم. ما فقط باید در راستی و محبت زندگی کنیم. عزیزان، اصلا تعالیمی که شما در عهد جدید بعد از 4 انجیل و اون تاریخی که اعمال رسولان رو داره اعلام میکنه، بعد از اون تعالیم فقط به ایمان داره داده میشه، به مردم بی ایمان نیستش، به من و شما هست که هوشیار باشیم تا نجات و رستگاریمون رو از دست ندیم. بله؟ که شما نیز سابقا در اینها رفتار میکردید هنگامی که در آنها زیست می نمودید، لیکن الحال شما همه را ترک کنید، یعنی خشم و غضب، بدخویی و بدگویی و فحش را از زبان خود. یعنی با این مشخصاتی که داره میگه کلام خدا، رسول به حضور خدا نمیتونه بره شکرگزاری کنه. هوشیار باشیم. اول باید به خاطر همه اینها توبه کنه و از خداوند بخواد. روح رسول بخشیده شد در حضور خدا، اما روان رسول احتیاج به تراپی داره، احتیاج داره کلیسا بره، کلام خدا رو بشنوه، در حضور خدا بره، روح القدس اون رو تراپی کنه، دانشش رو زیاد کنه برای ترک تمام اون امیال کهنه گذشته. بله؟ به یکدیگر دروغ مگویی، چون که انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید. آمین. و تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه می شوید، که در آن نه یونانیست، نه یهود، نه ختنه، نه نامختونی، نه بربری و نه سکیتی، نه غلام و نه آزاد، بلکه مسیح همه و در همه است. پس مانندگان برگزیدگان مقدس و محبوب خدا، احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید. مانند رسولان مسیح، مانند کسایی که ایستادن در ایران برای من و شما دعا کردن، در اون کشوری که خفناق بود و گرفتگی بود و اسارت بودش، توی جفا بودن، ایستادند و کلام خدا رو انتشار دادن. مانند اونها در راستی بیستیم. درسته که اومدیم آمریکا، شرایطی هستش که توی این کشور ما رو وسوسه چه بسا بکنه، نسبت بیزینسمون دروغ بگیم، نسبت به رابطه ها گناه بکنیم، اما باید بیستیم و نمونه ما خود رسولان باشن و امروز ما نمونه برای دیگران باشیم. بله؟ و متحمل یکدیگر شده همدیگر را عفو کنید. هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید، چنان که مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین کنید. یعنی با کینه و نفرت من نمیتونم در حضور خدا برای شکرگزاری برم. بله؟ و بر این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید، و سلامتی خدا در دلهای شما مسلط باشد که به آن هم در یک بدن خوانده شده اید. به توسط روح القدس این سلامتی رو ما داریم، این آرامش رو داریم. پس پیوسته از روح خدا پر بشیم، به قوت روح القدس شکرگزار باشیم. بله؟ و شاکر باشید کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود، و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی، و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید. مشروط برای این که خودم تو جایگاه درستی هستم. هوشیار باشیم. کلام خدا میگه همه معلم نشوید. چرا؟ چون شاید نتوانیم آنچه را که داریم میگیم، مانند مسیح که در اعمال رسولان یکی یک اعلام میکنه، به آنچه که عمل کرد تعلیم داد. ما نیز میباید به آنچه که عمل میکنیم دیگران را تعلیم بدیم. بله؟ و آنچه کنید در قول و فعل همه را به نام عیسی خداوند بکنید، و خدای پدر را به وسیله او شکر کنید. آمین. آمین. خب برای نمونه، ما بهترین نمونه‌ای که میتونیم داشته باشیم خود عیسی مسیح هستش. عیسی مسیح زمانی که ایلازر نیست مرده بود، نرفتش اونجا بگه اه دوست من مرد، آخه خدایا چرا تو دوست منو کشتی؟ با شکایت و با غر بره. در یوحنا 11:4 میخونیم که مسیح رفت شکرگزاری کرد. اول شکرگزاری کرد،
و بعد مرده رو زنده کرد. اول شکرگزاری کن، تمام آرزوهای مرده تو در حضور خدا ببر و زنده خواهد شد. این کارو بکنید لطفاً. لطفاً این هفته این کارو بکنید. حتی بعد از اینکه تموم شد خواهش میکنم کلام خدا رو امتحان کن. امتحانش کن. برای تمام آن چیزهایی که توی ذهنیتت زندگی انگار مرده دیگه، بگو خدایا شکرت میکنم برای اینا، چرا که شکرگزاری تو فرزند خدا معنا داره. تو میگی خدایا شکر، اگر این زمین رو ندارم آسمان تو رو دارم در حضور تو. و نیز یک نمونه دیگه ما میبینیم در انجیل لوقا 22:19 هستش. قبل از اینکه مسیح روی صلیب بره، به عنوان شام آخر، مسیح به جای اینکه بگه به شاگردان الان منو میبرن، دست و پامو سوراخ میکنن، تاج خار بر سرم میذارن و شروع کنه این صحبت ها رو، میگه شکرگزاری کرد اول. قبل از اینکه شما براتون یه مشکلی افتاده، عذر میخوام ببخشید، پزشک بهتون گفته شما مریض هستید، دکتر جوابتو کرده، وکیل تو رو جواب کرده، قبل از اینکه بخوای برای این چیزا قول، حالا من چیکار کنم، حالا مریض میشم کارم چی میشه، همسرم چی میشه، آیندهم چی میشه، اقامت ندارم چه اتفاقی برام میفته، حالا من فلانی رو دوست داشتم نشد، حالا من چیکار میتونم بکنم، شکرگزاری کن اول در حضور خداوند. وقتی در حضور خداوند شکرگزاری میکنی، خدا تمام راه‌ها رو برای تو باز خواهد کرد که به یک نقطه خوب برسی، همان گونه که مسیح نیز مرد بر روی صلیب اما بعد قیام کرد. در انجیل یوحنا 6:11 میخونیم که اعلام میکنه با چند نان و ماهی مسیح 5000 تا فقط مرد بودن. میدونیم که مردا رو سرشماری میکردن. اگر ما بخوایم بچه‌ها رو و زنا رو حساب کنیم، حداقل 15000 تا بود. با شکرگزاری در حضور خداوند رفت و با شکرگزاری حداقل 15000 نفر رو خوراک دادش. اول تشکر کرد نسبت به نیاز موقعیت مالیت، نسبت به ضعفت. اول شکرگزاری کن و مطمئن باش که خداوند شما رو برکت خواهد داد. آمین. بریم با هم دیگه نکات رو داشته باشیم. ممنون میشم. داریم نکات رو؟ همه بروشور داریم؟ تا الان به این نتیجه رسیدیم که ما برای خدا ارزش داریم. آمین. مطابق ارمیا 31:3 میخونیم که خداوند میفرماید با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم. با محبت اولی، قبل از اینکه متولد بشیم، خدا عاشق ما بوده و خداوند ما رو دوست داشته و این ارزش رو برای ما داشته. در رومیان 8:32 میخونیم که اعلام میکنه او که پسر خود را دریغ نداشت. امروز من و شما که مسیح ایمان آوردیم، نیازت پولته، اقامتت هست، همسرت هست، کارت هست، داره میگه من روح تو رو نجات دادم، آیا به فکر زندگیت نیستم؟ میگه او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ تمام آن چیزهایی که به عنوان نیاز و حاجت ما هست، مطمئن باشیم که خداوند مطابق فیضش به ما خواهد داد. تا حالا شده یه دونه یه سنتی از جیبت بیفته؟ نمیدونم، من شده بعض موقع افتاده، راستش رد شدم ولش کردم بر نداشتم، شاید شما این کارو کردید نمیدونم، ولی یه دونه دلاری از جیبت بیفته، راستش من سریع بر میگردم، حواسم هست کسی دیگه هم نگاه نکنه. اگه 10 دلاری بشه که اصلا تون میدم برش میدارم، 20 دلاری باشه که شیجه میزنم. حالا شما فکر کنید 100 دلاریه، یه 100 دلاری از جیبت افتاده، درسته؟ همین که میای ور میداری، یه نفر که پاهاشم گلی هست پاشو میذاره رو اون 100 دلاریه میره، چه کار میکنی؟ میگه خب ولش کن 100 دلاری، من این کارو نمیکنم. نمیدونم شما چیکار میکنید، نمیکنید، درسته؟ حالا عذر میخوام، ببخشید، مثال خوبی نیست. فکر کن همون موقع یه سگ رد میشه خرابش هم میکنه، 100 دلاری ولش میکنید؟ چرا؟ چون 100 دلاری ارزش داره. امروز من و شما برای خدا ارزش داریم. آمین. نه هیچ گناهی، هیچ مشکلی نمیتونه ما رو از خدا دور کنه تا زمانی که در حضور خدا توبه میکنیم. خدا عاشق ما هستش، خدا ما رو دوست داره. شاعر نیز این گونه اعلام میکنه ز تو میسرایم ای شه که خداوند دو عالم، بشدی به شکل انسان به میان خلق آدم. ز ازل تو عهد کردی به کنار من بیایی، نبود عجب که با عشق تو آمدی کنارم.
تو وفا به عهد کردی، به گناه نگاه نکردی، به ضعف من نگاه نکردی. خداوندا اون زمانی که من دشمن تو بودم تو به ضعف من نگاه نکردی، امروز چقدر بیشتر من و شما فرزند خدا هستیم. تو وفا به عهد کردی، به گناه نگاه نکردی، تو ز جان خود گذشتی که ز جان دهی حیاتم. آمین. اگر خداوند برای روح من اینقدر اهمیت داده، مطمئن باش به فکر جسم و زندگی ما هست. اما نکته اول، به چهار نکته میخوام بپردازم سریع. ضرورت شکرگزاری. یک، لطفا دوربین ها میخوام دارن تابلو رو، ممنون میشم. شکرگزاری در زمان نگرانی در حضور خدا ضروری میباشد، زیرا که آرامش روح القدس حاکم بر هر ایماندار. این هوشیاری داشته باشیم. اگر میخوای این آرامش داشته باشی، اگر تا الان قلبت به مسیح ندادی، فرصت هست. یا عزیزانی که بیننده ما هستن، قلبتون رو به مسیح بدید، چون این آرامش روح القدس میده. در حضور خدا ضروری میباشد، زیرا که آرامش روح القدس حاکم بر هر ایماندار به مسیح خواهد بود برای رهایی از ترس ها. و ما ایمان داریم که زمانی که خداوند عهدش رو با ما بست، بزرگترین ترس انسان که مرگ بود رو گرفت. و کلام خداوند اعلام میکنه من به شما روح ترس ندادم، فکر ترس ندادم، احساس ترس رو به تو ندادم. در خروج 14:13 میگه مترسید، بایستید در ایمانتون، در امیدتون، در اعتمادتون. همون 8 نکته. مترسید، بایستید و نجات خداوند را ببینید. و در کتاب اشعیا 41:13 میخونه که میگه زیرا من که یهوه خدای تو هستم، دست راست تو را گرفته و به تو میگویم مترس، زیرا من تو را نصرت خواهم داد، من تو را پیروز خواهم کرد. نکته دوم، شکرگزاری در زمان سردرگمی، پریشانی، نمیدونی چه کار کنی. شاید الان زمانی هستش که واقعا نمیدونی نسبت به زندگی، نسبت به موندنت، نسبت به رفتنت. این روزا من متاسفانه صداهای منفی بدی میشنوم. بعضی از عزیزان زنگ میزنن میگن حالا ترامپ رئیس جمهور شد ما اقامت میگیریم. تو چه کار به ترامپ داری؟ تو مسیح خداوند تو هستش. اصلا نگاه تو بردار، ترامپ اینا چه کاره هستن؟ خدا اجازه داد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه و خدا اجازه خواهد داد که زندگی تو برکت بگیره. این خداست که در اصل داره اعلام برکت برای زندگی تو میکنه. شکرگزاری در زمان سردرگمی در حضور خدا ضروری میباشد، زیرا که حکمت روح القدس حاکم بر هر ایماندار به مسیح خواهد بود برای رهایی از هر ناگاهی که باعث ترس و مشکلات ما خواهد شد. در کتاب ارمیا 33:3 میخونیم میگه مرا بخوان تا تو را اجابت کنم و از چیزایی که نمیدانی تو را مطلع کنم. و در انجیل یوحنا 14:26 نیز میخونیم اعلام میکنه لیکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من یعنی به اسم مسیح میفرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم را به یاد شما خواهد آورد. تا زندگی شما در خطر قرار نگیره، در سردرگمی، در پریشانی، در نگرانی قرار نگیره. سه تا مریض که توی یکی از این اتاقای بیمارستان بودن و پزشک میاد هر سهشون رو جواب میکنه و میگه متاسفانه دیگه شما مریضیتون لاعلاج هستش و شفا نمیگیرید و بیشتر از 2-3 ماه هم عمر نمیکنید. وقتی پزشک میره این 3 نفر با هم صحبت میکنن میگن چه کار کنیم؟ یکیشون میگه من راستش تمام عمرم ثروت اندوزی کردم و تصمیم دارم تو این 2-3 ماه برم تمام آنچه که جمع کردم رو بخورم. اون یکی میگه که منم راستش تو این سالها اینقدر مشغول کار و زندگیم بودم کمتر به والدینم سر زدم، به خانوادم رسیدم، میخوام تو این 2-3 ماه بیشتر وقتم با خانواده و فامیل بذارم. نفر سوم گفت من پزشکمو عوض میکنم و مطمئن هستم که شفامو میگیرم، سلامتو. امروز این امید برای من و تو. خدا وقتی به حضورش میری، خداوند زندت قلبت رو لمس میکنه به تسلی و به من و شما این حکمت و خرد رو خواهد داد برای رفع مشکلاتمون. نکته سوم، شکرگزاری در زمان مصیبت در حضور خدا ضروری میباشد، زیرا که قوت روح القدس حاکم بر هر ایماندار به مسیح خواهد بود برای رهایی از غمها. و ما میدانیم
که مطابق فیض خدا چون روح خدا رو داریم، در اصل مسیح با ما هست، قوت مسیح با ما خواهد بود. همون گونه که در فیلیپیان 4:13 کیا حفظ هستن اینو؟ میتونید با من بگید؟ اعلام کنید. قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. پس با افکارت بر علیه خودت نباش. خداوند میخواد تو رو برکت بده. خداوند میخواد تو اون مشکلات و سختی ها تو رو دستگیری کنه. همون گونه که نظامی میگه به هنگام سختی مشو ناامید که ابر سیه بارد آب سپید. نکته آخر، نکته چهارم، شکرگزاری در زمان اختلافات در حضور خدا ضروری می باشد، زیرا که محبت روح القدس حاکم بر هر ایماندار به مسیح خواهد بود برای رهایی از کدورت ها. وقتی مشکلی ایجاد میشه، وقتی بین شما و دوستت، همسرت کدورتی ایجاد میشه، قبل از این که با تدابیر فکری بخوای در مقابل او بایستی و او رو داوری کنی، برو در حضور خدا بند. و اولین حرکت دین باشه خدای شکرت. اگر حتی خداوندا من اشتباه کردم، من میدونم زمانی که به حضور تو برای شکرگزاری میام، چون من در پکیج فیض تو قرار میگیرم، اینجا هستش که خداوندا تو آنچرا که برای من انجام شده هرچند بعد اون رو به خیریت تبدیل میکنی. پس دیگه نمیجنگی. ما فرزندان خدا میدونیم دیگه نمیتونیم بجنگیم. فرزندان خدا که روح القدس رو دارن، هر اشتباهی که میکنن بعدش همش ملزم میشن و همش احساس بدی اعلام میکنن. اون حرکتی که لازمه زندگی روحانی ما نیست وقتی انجام نمیدیم. یک مثال انگلیسی میگه اگر نمیتونی گاز بگیری، دندانت رو نشون نده. ما فرزندان خدا گاز نمیتونیم بگیریم چون روح القدس داریم. پس فکرتو خراب نکن، سخن بیهوده نگو. حالا انتقام میگیرم، حالا پوستشو میگیرم. نمیتونی این کارو بکنی. اگه تو فرزند خدا هستی، هرگز نمیتونی در این جایگاه نیز قرار بگیری. بریم با هم دیگه آخرین لطفاً آیه رو بشنویم. کولوسیان 2:6-7. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشته اید، به طوری که تعلیم یافته اید و در آن شکرگزاری بسیار می نمایید. آمین. آمین. من نمیدونم با چه فکر و خیالی اومدید، با چه حسی اومدید. لطفا حالا لامپا رو برعکسش کنید. ببخشید، میخوام لحظه تمرکزتو بذاری روی تمام آنچرا که باعث شده بوده تو با ترس وارد کلیسا بشی، با پریشانی وارد بشی، با ضعف اگر وارد کلیسا شدی، با نگرانی وارد کلیسا شدی، با غمی وارد کلیسا شدی، در حضور خدای بر و از خدا تشکر کنه. هر کسی تو دل خودش، همچنین بینندگان ما، لطفا لحظه فکوسمون رو در حضور خدای بر، مشکل تو بر در حضور خدا، چرا که خداوند میخواد اون غم و اندوه تو رو از افکار تو جدا کنه. شاعر نیز اعلام میکنه: آمدم با کوله باری پر ز قصه، دستم از هر چاره‌ای ناچار شسته. از کجا بخت خوشم یابد نشانی؟ از کجا بخت خوشم یابد نشانی؟ تو به من ده ای خدا راهی نشانی. آمدم اکنون کنار محفل تو در کلیسا، در حضور تو آمدم اکنون کنار محفل تو، تا که آرامی بگیرد از دم تو. میزنم در تا گشایی تو برویم، میزنم در تا گشایی تو برویم، بر نخیزم تا بتابی تو برویم. لحظه در حضور خداوند اعلام کن تمام مشکلات تو، تمام سختی ها تو، تمام آزردگی ها تو، و بگو خداوند را شکرت میکنم که تو بزرگترین مشکل من را برداشتی و بزرگترین مشکل من گناه بود که تو من را بخشیدی، و اینک من میتونم با اعتماد به این که تو مرا رستگار کردی به حضور تو بیام. و من ایمان دارم که خداوندا تو اندیشه خواهی کرد برای هر نیاز من، برای هر حاجت من، برای هر غم و ترس من، و تو مرا برکت خواهی داد. در نام پرجلال عیسی مسیح، آمین.
از خادمی میخوام که لطفاً با من باشن، همون گونه که میدونیم قسمتی از پرستش ما در حضور خداوند دادن هدایا و دهیک است. مهمانان ما در این قسمت